با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. من فردا کلیپ راجع به افغانی هایی که در ایران هستند، سه گروه هستند، صحبت خواهم کرد و چه معجزه اتفاق افتاد قسمت اولش رو خواهم گفت. خیلی 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 سریعتر از که فکرش میکردیم آسش جنگ در افغانستان شروع شد و دره پنشیر که پسر شاه مسعود اونجاست، البته پسر زالان عاقلیست، گفته اول گفته بکنیم و تسلیم نمی کنیم، حدود 170,000 جمعیت داره، اما دره پنشیر هیچ وقت تسلیم نشده، چون کوههای اونجا چیزیست که جنگ چریکی تسلیمی نداره، مگر اینکه اونها بیان به اینها ملحق بشن، به طالبان، که این هم خود بعید هست. پنشیر تسلیم نمی شود، طالبان بزرگ متوسط می شود. تلاش به گفتگوی سیاسی برای تسلیم پنشیر ظاهرا بی نتیجه بوده و بنا به گزارش ها رهبری طالبان به نیروهایش دستور داده است که این ولایت را به زور تصرف کنند. تصرف کردی، چه اتفاق می افتد؟ بعد نگهش داری یا نه؟ اینه که اینا سواد جنگی و هیچی ندارن، دیمی کار میکنن. یکی از آقای نوشته آقا برو رادیو فلان گوش کن، برنامه های افغانستان و طالبان رو. اینو کجا برنامه این چی هست؟ شکل این حرف هستند، شکل این حرف هستند. اگر کسی آمد برای زنها احترام قائل شد، حقشون احترام قائل شد، اون میشه گفت برنامه میدن چی؟ به برنامه چی میدن چی؟ دیمی از روی بخار معده و لحظه تصمیم همه شو فرق نمی کنه. گفته بری بگیریم بعد تصمیمش کنیم. تصمیم که بعدش بخواه چیکار کنیم؟ آیا باید میرون نیروی بایست یعنی باید نستن؟ جنگ ها چیرکی خودتون میدونیم، روزگارتون رو سیاه میکنن، چون چند تا به ده تا بکنه 100 تا میکشه، فرق نمی کنه. ولی مطمئنم که نیروهای طالبان هم اون نیروهای سابق ارزشی و نمیدونم اعتقادی اینا دیگه نیستند، اونا هم بیار نمی جنگن، این نیروی آمریکایی خیلی دیگه. این ولایت به زود تصرف کنه. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود هشدار داده است که اگر طالبان راه نظامی را انتخاب کند کشور درگیر جنگ داخلی خواهد شد. پنشیر تنها ولایتی است که در کنترل طالبان نیست و طالبان در قبال آن احتیاط زیادی به کار گرفتند. پنشیر در ریز طویل و کوهستانی و فوق العاده صعب العبور، این ولایت به تسخیر ناپذیری شهره است و از آن به عنوان مرکز مقاومت در مقابل نیروهای شوروی سابق و بعد طالبان یاد می شود. می توان این را یکی از دلایلی دانست که طالبان تلاش کرده از راه گفتگو و کنترل پنشیر را به دست بگیرد. علاوه بر این، حمله به پنشیر ممکن است پیامدهای سنگینی بر طالبان داشته باشد، از جمله فراهم شدن امکان حمله به آنها در دیگر مناطق افغانستان، مثل حملات اخیر در بغلان که کنترل سه و نمیدونم تلفظ بر سه والی از دست طالبان خارج شد. خب این پس خیلی سریعتر در اتباع افتاد ما فکرش میکردیم. آقای جو بایدن با صحبت فهم بودن چی بدایی، خیلی خوشم میاد از این جو بایدن اولویت ما خارج کرد شهروند آمریکا در افغانستان است. این عالم آدم میدونن آقای بایدن، جو بایدن اولویت ما خارج کردن شهروند آمریکا از افغانستان است. چی کار کنیم ما؟ باید ما چی کار بکنیم براتون؟ واقعا اسمت دود کنیم برای نظری برات بدیم؟ چی کار کنیم که تو اینقدر مموش و بلا هستی؟ اینا عالم آدم میدن. خب ارزو رو برو بیار بیرون، تو که اونجا بودی که. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک شمه است در سخنی از کاخ سفید در روند خارج کردن شهروند آمریکایی و افغانستانی های همیار آمریکا در پاسخ به سوالی که با توجه به 10 روز مانده به مهلت پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان آیا احتمال تمدید آن زبرجد وجود دارد، گفت امیدوارم که تمدید نکنیم اما در حال بحث در این مورد با تیم امنیتی خود هستیم. خیلی خیلی این آقای رئیسی دولتی که معرفی کرده حکایت عبدالله نوری. عبدالله نوری زمان وزیر کشور بود. بعد من میدم خود خوب یادم بیسوادی شیش کلاس آب شده داره، اگه شیش کلاس ابتدایی هم داشته باشه شاهکار کرد. این قبلا از آن سفیر جایی بوده، بعد من شد وزیر کشور. بعد من میدیم هرچی مشاور انتخاب میکنه زیر شیش کلاس آب انتخاب میکنه، چون بالا حرفش حرفی نزنند.
هر چی بگه بله قربان، بله قربان. مشاور باید ارشدتر از اون وزیر باشد، ارشدتر از رئیس جمهور باشد که اینو چیزش بکنه. این قرضی وزیر پوستریاف هیچ چی سوادی کار داشت، مشاور خیلی خوبی داشت، بهش یاد میدادن، بهم گوش میکرد. در نتیجه آقای رئیسی نیروهای انتخاب کرده که اولا فامیلاش همه فامیلا و دوستاش هستند، اصلا اهمیت به مرزش ندارن و جوری آشور شده و جوری آشور شده که دیگه خودش رو سرشو در اومده عملی عملی که واسه حیفی اولا ما توی نکن بعضی میگه آقا عملی واقعا براش سگشو میره شرف داره به سگم توی نمی کنیم خدمت شما چی بگیم یه چیزی شما آنقر توش درد نکنید این مگس نچسبید رو اون بگیم آقا اینو گفتی اونو گفتی جمع کنید جمع کنید کاسه کنید مملکت رفته به اساس آقا تو چرا گفتی سگ توهین کردی میکنم آقا اینجا سخت بر پیکاره بر ما زندگی دار آقا خدمت شما عرض کنم که افراد انتخاب کرده برای چیز که هر چی این میگه بگن درسته تو هر رو هر حرف نزن چون آدم های دیکتاتور آدم بدبخت خامنه‌ای و امثال هم کسایی هستن که نمیتونن انتقاد رو بپذیرن این خام این خود خمینی دجال بی شرف حرام زاده که مثلا برای همین که غیر از این دو تا مصاحبه اصلا نکرد گفت بابا پیکار چه مصاحبه چه کشکی چه چیز و الی آخر و این آقای چیزی هم که البینی هم که این مصاحبه صحبت کرده خیلی جالبه اینا کم کم همشون میگن چون واقعا دارن سکته میکنن واقعا تو فلان ادمان خود چه بازی خورده آخرش رسیده به طالبانی که آنه تو خونهشون اووردن جلو ناموسشون و اووردن اینجا برای نظامشون 4 سال بیشتر بمونه من اینو 20 سال 25 سال پیش تو دبی گفتم اینا برای 4 روز بیشتر موندن ناموس من سر 4 را هر کاری گفتم باش میکنن طالبا چیزی نیستش که ذات آخون همین دولت جعلی ابراهیم رئیسی با یک خزانه کاملا خالی مواجه است و پر کردن این خزانه در حال فروش میراث فرهنگی و گنجینه‌های باستانی ایران است. دوستان یک زمانی بود که این گنجینه‌ها اینا رو می‌خریدن. دیگه حالا اونم توانش ندارن و نمی‌خرن چون می‌خریدن چند برابر بفروشن. حالا مشتری هم ندارن. هر جا رفتن حتی به من زنگ زد چند وقت پیش که آقا این داریم زیر خاکی داریم بالا خاکی داریم پای گفتم مأمور پیکارت من علی کار بلد نیستم واقعا بلد نیستم نمی‌شناسم. آقا پول خوبش گفتم عزیز من هیچی نمی‌خره. راحتت کنم کسی دیگه ویزا پول نمیده یک زمانی بود میکردن این کارو حالا دیگه نیست برای پر کردن خزانه این خزانه در حال فروش میراث فرهنگی گنجینه باستانی است برای این کار به افرادی که از ستادهای انتخاباتی ریاست رئیسی به عنوان کارشناس میراث فرهنگی مجوز حفاری داده شده تا اینکه در تبع حفاری داده شده تا اینکه در شهرهای مختلف ایران گنجینه‌های باستانی به راه استخراج یا به فروش برسند اینجا هزینه بکن هیچ چیزی نمیاد یه سری کلا بردار هم یعنی برده میبرن و بعد هیچی دست بیچه بر نیست خب خدمت شما ارزم که باز وزیر خارجه آمریکا افاظاتی فرمودن واقعا آدم میمونه اینقدر اینا دانشمند و باسواد و با دید هستند وضعیت وزیر خارجه آمریکا وضعیت فرودگاه کابل بی ثبات است وزیر خارجه آمریکا وضعیت فرودگاه کابل بی ثبات است وزیر خارجه آمریکا صبح یک شنبه افتر ما خبرشون پر کنه 10 بار تکرار میکنن صبح روز یک شنبه 31 مرداد در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت در 24 ساعت گذشته حدود 8000 نفر با حدود 60 پرواز فرودگاه کابل را تخلیه کردن همه یک کج در نفر کی هستن خدا میدونه نخست وزیر اسرائیل میگوید در دیدار با جو بایدن طرحی برای مهار ایران ارائه میکنه خود شر خودت فتنی خودت آرام خودت سرنخ همی تراد از خودت دیگه نمیدونم چی بگم خب دست کم 20 نفر در داخل و اطراف فرودگاه کابل کشته شدند جک سالیوان مشاور عالی امنیت ملی آمریکا گفته است خوب دقت کنید دوستان تصور می شود تصور یعنی چی بهتون میگم تصور می شود هنوز چندین هزار شهروند دیگر آمریکایی در افغانستان باشند نمیدونن چند نفر اونجا هستن آمارشون ندارن یک بقالی یه چقالی یه مسور مارکت آمار مغازش داره وقت شما نمیدونید چندین هزار نفر اونجا هستن باریکر بشون
خدمت شما هستم که این گروهی که اومدن سر کار بیشترشون همون باندی هستن که بابای زنجانی روشون کار میکرد. بابای زنجانی رو نمیدونم کیش از کجا هستن از صفاسیتی و داره با دروش فندق میشکنه که این آمدن سر کار و این اولی کاری که میشون مرخصه برای کیش یا هر جا رفته من نمیدونم. ولی اینها دیگه دار دسته دوزها و دسته خواهنه وقتی میان از وزیر اطلاعات دوزشون دفاع میکنن از اون کسی راحت خواهرش دفاع میکنن دیگه خلاصه حیا رو چیکار کردن چرا خورد دادم از این حرفا در دیزی باز های گربه بود ولی مردم جیگر سر در اونجا نمیرسه شما خاطرتون جمع 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 باشه بره هر کار خواهم بکن. خب خیلی دوستان لطف کردن چیزایی نوشتن واسه من و دیگران جاش نیست و راجع بحث مادرم و از این حرفا تشکر از تک تک شماها. ولی این حمله به چیز حمله به در پنشیر چای ویلیست که اینا برای خودشون میکنن و نمیتونن و بچه هم اینایی که حالا هست از سرکار اینا رزمنده اصلا رزمنده نیستن اینا اکثرشون اهل حال و اهل صفاسیتی و اینها اصلا چشم دل گرسنه ندید بدید و باز پسر مسعود آدم خود چیز هست و اینا وقتی فشار بهشون بیاد میرن و خلاص اون دامایی که هست همیشه میذارن و تو دره و اونجا اینها رو نابود خواهند کرد بدون برگرد. البته این که گفت پیشنهاد مذاکره اول این پسر داد که آقا بیا مذاکره کنیم طالبا قبول نکرد گویا قبول نکنین ما حاضر بسم الله اونم گفتم بله ما حمله میکنیم و میگیریم و از این حرفا ولی خب جنگ فرسایشی و خسته کننده همش هم باز علارغم میره باطن میگم که یه علارغم میره باطن که متاسفم ولی این همه رفت ایران هست مثلا کلیپ باشه از افغانستان بچه افغانستان در ایران هستن سه گروه هستن من رو خواهم گفت براتون و چرا ما ترس داشتیم از اینها که با آمدن طالبان ترسمون کلن برطرف شد. خب ایامتون به کام روزگارتون خوش خیلی خبرها هست صحبت خواهم کرد عزیزید خدا نگهدار.